1382 منتشر شده است. تصریح می شود که عملیات علیه مجاهدین در فرانسه در نوع خود بی سابقه بوده و از 2.5 سال قبل توسط سرویس امنیت داخلی فرانسه دسته برنامه ریزی شده و مراحل قضایی آن به تدریج پیش رفته است. مهمترین که جزئیات امر در جلسات تبادل توسط سرویس مذکور برای وزارت اطلاعات تشریح شده است. همچنین بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده 16 نفر از اعضای اصلی منافقین در فرانسه به جرم مشارکت در اقدامات تروریستی محاکمه خواهد شد. در ابتدای بولتن داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خطاب به گیرندگان محترم آمده است. اخبار و گزارش‌های مندرج در بولتن خبرها و نظرها برای اطلاع جناب عالی است و با توجه به طبقه بندی حفاظتی غیر قابل انتشار می باشد. خواهشمند است از دسترسی اشخاص دیگر و همچنین درج اخبار آن در سایر بولتن‌ها بدون کسب مجوز از این وزارت خودداری فرمایید. به منظور رفع ابهام برخی از گیرندگان محترم خبرنامه به اطلاع می رساند اخباری که در ذیل عنوان آنها عبارت برای استهزار یا اطلاع قید شده فقط در خبرنامه گیرنده یا گیرندگان مزبور چاپ می شود و در خبرنامه سایر دریافت کنندگان درج نمی شود. وزارت اطلاعات. صفحات 4 و 5 بلتن داخلی وزارت اطلاعات آخوندها به تاریخ 2 تیر ماه 1382 را با یکدیگر می خوانیم. دستگیری گسترده اعضا و هواداران منافقین در فرانسه. میم تهران، خط تیره وزارت اطلاعات. در ساعات اولیه بامداد 27 خرداد 82 بیش از 165 تن از اعضا و هواداران منافقین در پایگاه‌های این گروهک در حومه شهر پاریس دستگیر شدند. عملیات گسترده بازرسی پایگاه‌ها و دستگیری عناصر منافقین بر اساس برنامه ریزی قبلی با دستور قضایی قاضی ژان بروگیر، قاضی ضد تروریسم فرانسه و به اتهام ارتباط جنایی با هدف آماده سازی اقدامات تروریستی و تأمین مالی یک فعالیت تروریستی با بهره‌گیری از حدود 1300 تن از اعضای پلیس ضد تروریسم و ژاندارمری فرانسه صورت گرفت. در نتیجه این عملیات گسترده که روی 13 پایگاه متعلق به این گروهک در حومه پاریس از جمله مقر اوورسورواز انجام شد، 165 تن از اعضا و هواداران منافقین بازداشت و مقادیری از مدارک و تجهیزات از جمله رایانه، دیش‌های ماهواره‌ای و تجهیزات اطلاع رسانی و ارتباطی و همچنین چند میلیون دلار کشف و ضبط شد. پلیس فرانسه گفته است که این عده در جریان جستجو برای یافتن 300 تن از اعضای منافقین بازداشت شدند. در این عملیات از 30 مترجم فارسی زبان برای برخورد با اعضا و هواداران استفاده شده است. ملاحظات 1. خبر عملیات مذکور در روز سه‌شنبه 27 خرداد 82 انعکاس گسترده و قابل توجهی در رسانه‌های خارجی و داخلی داشته است و اخبار و گزارش‌های تصویری آن در شبکه‌های تلویزیونی الجزیره، اورونیوز، سی ان ان، دی بی سی، شبکه 2 تلویزیون فرانسه، شبکه ال سی ای فرانسه و سایت‌های بی بی سی، دیدگاه و خبرگزاری سوریه انتشار یافت است. 2. پخش برنامه سیمای آزادی، کانال ماهواره‌ای تلویزیون منافقین از ساعت 9 صبح 27 خرداد 82 تا لحظه تنظیم گزارش قطع بوده است. شایان ذکر است استدیوی تولید برنامه‌های سیمای آزادی در پاریس قرار دارد که به طور طبیعی حمله پلیس به مقرهای منافقین موجب تعطیلی آن شده است و امکان ارسال برنامه برای شرکت ماهواره‌ای مستقر در انگلیس میسر نیست. 3.
واکنش منافقین در وهله اول انعکاس خبر بسیار مختصر با عنوان حمله پلیس به هواداران سازمان در پاریس به نقل از سایت دیدگاه بود و پس از چند ساعت اطلاعیه‌ای را از سوی دبیرخانه شورای ملی مقاومت با مضمون غیرقانونی بودن اقدام، محکومیت اقدام پلیس و درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط افراد منتشر کردند. 4. همچنین منافقین با اعلام تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بین المللی دفاع از پناهندگان ایرانی برای اعتراض به دستگیری افراد مذکور و درخواست آزادسازی آنها از کانال‌های مختلف فراخوان دادند. خ خط تیره انتشار محدود. 5. عملیات مذکور که در نوع خود بی سابقه است، از بیش از 2.5 سال قبل توسط سرویس امنیت داخلی فرانسه دسته برنامه‌ریزی شده و مراحل قضایی آن به تدریج پیش رفته بود که جزئیات امر در جلسات تبادل توسط سرویس مذکور تشریح می شد. بر اساس برنامه‌ریزی به عمل آمده، 16 نفر از اعضای اصلی منافقین در فرانسه به جرم مشارکت در اقدامات تروریستی محاکمه خواهند شد. دولت و دادستانی ضد تروریست فرانسه باید بلادرنگ ختم پرونده شرم‌آور 17 ژوئن را با همه آثار و عوارض آن اعلام کند. این پرونده سیاه‌ترین لکه در مبارزه ضد تروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است. مسعود رجوی، 21 آذر 1385. هیچ کجا فریاد زندگی بی جواب نمانده است. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست. قلب خوب تو جواب فریاد من است. شب گرداگرد حصار کشیده است و من به تو نگاه میکنم. من آفتاب را باور دارم، من دریا را باور دارم، چشمهای تو سرچشمه دریا هاست، انسان سرچشمه دریا هاست.